به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیز و نازنینم در سرتاسر جهان، امیدوارم شاد و سلامت باشید. خب در این برنامه میخوام بپردازم به سفر امیر قطر به ایران، شیخ تمیم، و چه دلایلی پشت این سفر هستش. میدونین که اخیراً ایران و قطر یه بازدیدهایی داشتن. رئیس جمهور ما اسفند ماه 1400 به قطر رفتن و خیلی زیبا از ایشون استقبال شد و حالا امیر قطر برگشتن ایران، یعنی در واقع پاسخ به اون سفر بود به گونه ای. و خب حالا ما میخواییم بررسی بکنیم که آیا فقط اهداف تجاری بود پشت این، اهداف اقتصادی بود یا چیزهای دیگه ای هم بودش که جالبه. در هر صورت در سفری که آقای رئیسی به قطر داشتن در اسفند 1400، 14 تا قرارداد با قطر بستیم. اینا قراردادهای تجاری هست، کشتی رانی هست، اقتصادی هست، نفتی هست، حالا یه قراردادهایی که با هم به یه توافقی برسن، و همچنین در رابطه با رادیو و تلویزیون و رسانه کلان الجزیره. خب میدونین که الجزیره یه رسانه ای هستش که بیشتر تحت تاثیر رسانه های، حالا باید گفتش که صهیونیستی و غربی است، اما گاوگداری هم یه برنامه هایی رو پخش میکنه یا اخباری رو پخش میکنه که درسته. حالا در هر صورت در رابطه با رسانه هم بجاست که همکاری داشته باشن و همچنین جام جهانی 2022 در راه هست و الان طوری شده که میگن بدون ویزا میتونیم برین قطر برای ایرانیا، و خب در هر صورت اونجا هم یه همکاریایی هست و ایران قراره که در این جام جهانی به قطر کمک بکنه و در واقع این یه بدبستون دو جانبه هست و ایران میره اونجا کمک میکنه، اما در ازاش خب یک شرایطی فراهم میشه برای بازاریابی در سطح جهانی برای ایران. خب اینا همه پشت این سفر هست. بریم یک کلیپی رو از صدا و سیما گوش میکنیم، یه تیکه هایی ازش رو، بعد برمیگردم به اون جنبه سیاسیش که خیلی مهمه. بریم این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم و باهاتون صحبت میکنم. توقع از جهان عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی در مقابل جنایات رژیم اشغالگر است. این جمله تأکیدی رهبر معظم انقلاب بود خطاب به امیر قطر. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از امروز در دیدار آقای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه، با تأکید بر افزایش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دو کشور، راه حل مسائل منطقه را گفتگو بدون دخالت عوامل خارجی دانستند و با اشاره به استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین گفتند توقع از جهان عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی در مقابل این جنایت‌های آشکار است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار استحکام و پایداری روابط ایران و قطر را به نفع هر دو کشور دانستند و افزودند سطح کنونی ارتباطات اقتصادی دو کشور بسیار پایین است و باید چند برابر شود. همچنین در مسائل سیاسی نیز زمینه برای تبادل نظرهای بیشتر وجود دارد که امیدواریم این سفر مبدأ جدیدی برای گسترش همکاری ها باشد. من شنیدم که تجارت قطر با خارج از قطر یه حدود 80 میلیارد دلار هست و ایران 1% از این رو داره. خب این خیلی کمه. در هر صورت این روابط برای شکوفایی اقتصاد ما و همچنین اونا خیلی خوبه. در هر صورت برای اقتصاد ما. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید سخنان تأیید سخنان امیر قطر در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، ظلم چند ده ساله صهیونیست های خبیث به مردم فلسطین را واقعیتی تلخ و ضربه ای به دنیای اسلام و جهان عرب خواندند و گفتند در مقابل این جنایت ها توقع جمهوری اسلامی ایران از دنیای عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی است. ایشان با اشاره به سخنان امیر قطر درباره حوادث سال گذشته محله شیخ جراح خاطرنشان کردند.
در آن قضیه حمایت برخی کشورهای عربی از مردم فلسطین حتی به اندازه بعضی اروپایی ها هم نبود. این یکی از اون سخنان کلیدی رهبرمون در این نشست بودش، خیلی جالبه. یعنی اونا حتی به اندازه اروپاییام به این موضوع نپرداختن، حقوق بشری، و هیچ گونه موضع‌گیری نکردن که اکنون نیز همین گونه عمل می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند این رویکرد کشورهای عربی اگر از ترس رژیم صهیونیستی یا از روی طمع به آن است، باید بدانند امروز رژیم اشغالگر نه در شرایطی است که میتوان به او طمع داشت و نه از او ترسید. توجه کردین امیر قطر هم از این صندلا یا دمپایی ها پاشون بود، همون چیزی که رهبر ما در اون فضا می پوشن، چه بسا برای این بود. حالا نمیدونم رسمشونه، یه گونه ای رسمشونه، ولی در هر صورت اینم جالب بود. ایشان راه حل مسائل منطقه را به دست کشورهای منطقه و از طریق گفتگو دانستند و افزودند مسائل سوریه و یمن نیز با گفتگو قابل حل است. البته گفتگو نباید از موضع ضعف باشد، در حالی که طرف‌های مقابل یعنی عمدتاً آمریکا و دیگران به قدرت نظامی و مالی متکی هستند. خب می‌دونین پشت این پیام چی هست؟ در واقع امیر قطر اومدن اینجا که عربستان سعودی یعنی میانجی بشن برای اینکه یمنی‌ها دیگه حمله نکنن. عربستان سعودی به شکر خوردن افتاده. در واقع اینه رهبر ما دارن پیام پاسخشون رو میدن. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه برای اداره منطقه احتیاجی به دخالت دیگران نیست، گفتند صهیونیست‌ها هر جا پا می‌گذارند فساد ایجاد می‌کنند و هیچ قدرت و امتیازی نیز نمی‌تواند به کشورها بدهند. بنابراین ما کشورهای منطقه هر چه می‌توانیم باید روابط خود را از طریق همفکری و همکاری تقویت کنیم. خب بسیار جالب. من یه جای دیگه این کلیپ میرم و اینجا بذاریم ببینیم که نیز خاطر نشان کرد. کمیته دیدار خب. با رئیس جمهور اولین برنامه امیر قطر در سفر به تهران بود. اینم جالبه ببینیم استقبال رئیس جمهورمون، در واقع معاون رئیس جمهور رفتن به استقبال و اینجا هم کاخ گلستانه فکر میکنم. خب اینم جلسه شونه. سمیر محمد آرسانی با آقای رئیسی درباره راه حل‌های مسائل منطقه‌ای از جمله موضوع فلسطین و یمن گفتگو کرد. رئیس جمهور پس از این دیدار در نشست خبری گفت هر گونه دخالت کشورهای خارجی و غربی در منطقه نه تنها امنیت ساز نیست، بلکه برای امنیت منطقه مضره. بله من اینو اینجا متوقفش میکنم. خب میخوایم بریم سراغ چیزای دیگه، سراغ تحلیل خودم. در هر صورت رهبر ما با هیچ کسی نه شوخی دارن نه اینکه رو در بایستی دارن، خیلی روشن و واضح گفتن موضع ایران چی هستش، همون گونه که رئیس جمهورمون هم گفتن و اینکه این شیخ نشینان خلیج فارس در واقع اومدن یه مدلای همکاری کردن با صهیونیست، حالا قطر کمتر، ولی پیام اینه که باید دست از این کار بردارن. حالا من دلایل دیگه ای رو مطرح میکنم به جز دلایل اقتصادی و تجاری و در واقع این جام جهانی 2022، چه چیزهای دیگه ای پشت سر این هست. خب ببینین این وزیر خارجه قطر همین سه شنبه که گذشت به سفری به بغداد داشت. موضوع سر اینه که برای اینکه تنش زدایی بکنه و چه بسا ایشون پیامی داشته به مقتدا صدر و آقای المصطفی کاظمی، اینکه دست از حمایت از صهیونیستا بردارین، این اقلیم کردستان که شده لونه جاسوسان موسادی و شبکه های موسادی، اینا چیزای خوبی نیست. و خوام بگم این شیخ نشینان خلیج فارس بعد جوری خودشون رو در خطر میبینن، چون هر گونه تنش در منطقه اول از همه دودش تو چشم اونا میره. این یه دلیل مهم میشه که امیر قطر به ایران میاد، به ایران اومده و در واقع یه ارتباطاتی برقرار شده و صحبت هم میکنن تلفنی و از طرق دیگه. حالا دلیل این سفر چیه؟ در واقع جنگ، در واقع اون عملیات ویژه روسیه در اوکراین هست که باعث شده
قیمت نفت و گاز بره بالا، 120 دلار یا بالای 100 دلار در هر صورت و در برخی شرایط 120 دلار، این چیزی نیستش که اروپایی بتونن باهاش زندگی کنن یا بسازن. حالا اومدن امیر قطر رو که روابط نسبتاً حسنه‌ای با ایران داره، ایشون رو واسطه کردن که بیاد و یه کارایی بکنه و اینجا میانجیگری بکنه برای اینکه ایران نفت و گازش رو بتونه بهتر در اختیار اونا بگذاره. راهش چیه؟ راهش برجامه، امضای برجامه. اینها آمریکا از عربستان و امارات درخواست کرد که تولید نفتشون رو ببرن بالا تا قیمت نفت بیاد پایین، یا در واقع به سود و نفع جهان غرب بشه. اینها سر باز زدن، قبول نکردن، با اینکه مخالف برجام هستن اینا قبول نکردن. دلایل خودشون حتما دارن در هر صورت. و حالا رئیس جمهور وزیر امور خارجه لهستان اومده بود ایران و شیخ امیر قطر پاشده اومده ایران، اینا میانجی میفرستن برای اینکه بیان این برجام، یعنی پیام هایی میارن که برجام درست بشه. ایران تا به حال زیر بار شرایط اونا نرفته، حالا اینا میخوان کاری بکنن که این برجام تحقق پیدا کنه و وقتی که چنین چیزی بشه، خب نفت و گاز ایران آسونتر میتونه به فروش بره به کشورهای اروپایی. هم اکنون به خاطر اون برجام ننگین که ازش اومدن بیرون در واقع قابل اجرا نیست. اما من تعجب میکنم، اونا فقط میتونستن به برجام برگردن، اینقدر نوکری آمریکا رو نکنن. حالا با اینکه من کلا مخالف وجود برجام هستم در کل مسئله، ولی در هر صورت یکی از دلایل پنهانش همینه. حالا اون جریان کلیدی و مهم اینجا چیست؟ اینه که میدونین کنگره آمریکا، چه محافظه‌کار و چه دموکرات، اینها اصلا و ابدا موافق برجام نیستن. اون جریان صهیونیستی موافق برجام نبود و در واقع اون جریان صهیونیستی باعث شد که آقای ترامپ برجام رو بزنه زیر برجام. و هنوز اون جریان صهیونیستی خیلی قوی هست در کنگره آمریکا. اونها به هیچ وجه نمیپذیرن که آمریکا ورود بکنه به برجام. اینها، این امیر قطر پیامی از آقای جو بایدن داره برای ایران، این برای ایران. و اون چیه؟ اینی که در هر صورت ما میخوایم ورود بکنیم و بیاین و یه کارایی بکنین که در هر صورت اون بتونه دلایل خودشو بیاره، یا در واقع این رو توجیه بکنه که چرا میخواد به برجام برگرده، برای اینکه مخالفت کنگره رو داره. حالا در صورت از طرف دیگه اینجا گفته میشه برخی از جریانها در ایران دارن میگن که اون جگرگوشه‌شون در گروه ایرانه. الان محور مقاومت دست از سر اینا بر نمیداره، برای اینکه همین همکنون اومدن یک خبرنگار فلسطینی آمریکایی رو به نام خانم شیرین ابوغاله رو که به طور شنیع کشتن، ایشون جلیقه ضد گلوله سرش بود و از این کلاهودای ضد گلوله سرش بود و اینا شلیک کردن تو صورتش. ببینین شقاوت و بیرحمی و سنگدلی تا چه حد. یه خبرنگار که کاری نیست رفته اونجا گزارش تهیه کنه، و میخوام بگم این باعث خشم و تنفر جامعه جهانی شده. حالا در آمریکا هم حالا یا وانمود میکنن که کار درستی نبود، یا واقعا منظورشون اینه. در هر صورت تمام اینها باعث شده که یه خشم و کینه زیادی ایجاد بشه. در ضمن میدونیم که ایران حمله کرد به عین الاسد. حملات اخیر ایران به مواضع موسادی در اقلیم، در اقلیم کردستان، اینا همه چیزهایی است که در واقع باعث شده یک ناآرامی و تنش در منطقه ایجاد بشه و یک ترسی به جون و دل این صهیونیستا بیفته و اونا میترسن. حالا
این جگرگوشه در گروه ایرانه، در واقع گروگان هست اینجا. یعنی چی؟ یعنی اگر که کنگره آمریکا نخواد قبول بکنه برگرده به برجام، از دید آمریکایی‌ها دارم میگم، من خودم مخالف این برجام هستم از هر سویه و از هر مدلش، این ویروسه. در صورت نخوان برگردن به برجام و خون جیگرگوشه از طریق چی؟ از طریق محور مقاومت ممکنه که خیلی آسیب پذیر باشه و یه اتفاقی براش بیفته که اونها دوست ندارن، همونایی که پشتش هستن. و اینجا از طریق آیپک و اون جریان خیلی قوی صهیونیستی پشت این اشغالگران هستن. خب در صورت اینم گفته میشه که اگر برجام امضا نشه، اون جریانی که موافق برجام هستن در ایران، اگر برجام امضا نشه چه بسا یه چنین اتفاقایی بیفته از طرف محور مقاومت. و حالا این میتونه مهمترین دلیل باشه که امیر قطر به عنوان واسطه و به عنوان کسی که هم روابط حسنه با آمریکا داره، هم با اروپایی‌ها، هم با ایران، در صورت اینا این تعادل یا میخوام بگم توازن رو نگه داشتن برای همین روس‌ها، همین قطری‌ها رو دارم میگم، که بیان و میانجیگری کنن برای اینکه این برجام، این برجام نافرجام در واقع بی خودی یا برجامی که به نظر من یه چیز خیلی خیلی بی موردی هست در شرایطی که الان ایران داره و اصلا نیازی به این برجام نداریم، در هر صورت یک کسانی هستن که یه چیزایی میگن در ایران که برجام لازمه. چه بسا یکی از دلایلش اینه که ایران رو وادار بکنن یا علاقمند بکنن یه مدلای تخفیف بده و این داستانا، که به نظر من حالا فاجعه خواهد بود، ولی مثل اینکه جریان اینه، یا برجام یا اینکه محور مقاومت یه کارایی میکنه که اون وقت برای اونها خوشایند نیست، برای همین جگرگوشه. کل موضوع اینه. خب عضو کانالا بشین و زنگوله رو فشار بدین، لایک بکنین، نظرتون رو بنویسین، از همه مهمتر به اشتراک گذاشتن برنامه هاست. با عشق برای عاشقان ایران و سلام بر سردار دلهامون،